یه سری خبرها در مورد فرهاد مجیدی امروز مطرح شد که حسین قطعا در موردش توضیح میده. منتها یه نکته ای رو من بگم، یه روال جدیدی رو کمیته اخلاق پیش گرفته، حکم میده به یابندم جایزه میده احتمالاً که دلیل محرومیت رو پیدا کنید، یعنی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خیلی عجیب و غریب. در مورد فرهاد مجیدی آخر سر متوجه نشدیم دلیل این محرومیت چی بود؟ اگر اشتباه نکنم 10 خرداد ماه در یکی از کنفرانس‌های خبری ایشون مطالبی رو مطرح کرده بودند که مصداق حالا تنبیه دانسته شده بود. حکم اولیه صادر شد، ابتدا به ایشون یک فرصتی داده شده بود برای اینکه دفاع بکنن، دفاعیات خودشون رو اعلام بکنن، بعد حکم اولیه در تیر ماه صادر شده بود. باز چون یعنی الان محرومیت ایشون حسین جان به این دلیله که اون مبلغ اولیه رو پرداخت نکردن، این بابت اونه؟ نه 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 نه، حکم قطعی شده، حکمی که مربوط بوده به بعد اون اگر برای مصاحبه بوده، آقای شریفی اگر برای مصاحبه بوده مگه کمیته انضباطی نباید در موردش رأی میداده؟ شاید مصداقی بوده که در واقع کمیته، ببینید ما رکن قضایی داریم، رکن قضایی، حالا کمیته انضباطی هست، کمیته اخلاق هست، کمیته استیناف هست، کمیته تعیین وضعیت هست، همه اینها ارکان مستقل قضایی فدراسیون فوتبال ایران هستند و یه جایی ممکنه که حالا در واقع این تشخیص داده بشود که در یک موردی مثلا کمیته اخلاق باید نظر بده یا کمیته انضباطی نظر بده و این مسئله ای که در خود رکن قضایی بررسی میشه. قطعا رکن قضایی فدراسیون فوتبال این موضوع رو بررسی کرده، رأی داده، ایشون فرصت استیناف خواهی داشتن، در واقع حکم دوباره بررسی شده، حالا قطعیت پیدا کرده و ایشون محکوم به پرداخت یک جزای نقدی شدن. زمانی که اون جزای نقدی پرداخت بشه ایشون میتونن فعالیت‌هاشون رو از سر بگیرن. حسین جان ممنونم، ولی اون چیزی که میگم حالا بعد جایزه بذاریم پیدا کنیم سر همینه دیگه، یعنی الان همه گیج شدن، قضیه فرشته اسماعیلی چی بود، محرومیتش فرهاد مجیدی چی شد و این ابهاما. البته که در آیین‌نامه این ارکان اومده اینا لزومی نداره در مورد احکام توضیح بدن، اصلا وظیفه‌ای ندارن، لازم نیست توضیح بدن، ولی شفاف سازی لازم بکنن که بابت چی محروم کردن. بگذریم از این. بله خب این شفاف سازی وجود داره و حالا منم بابت همین موضوع در دقیقاً